بسم الله الرحمن الرحیم و به دین اسماعیل با صلوات بر محمد و آل محمد شروع میکنم. اللهم صل على محمد. فقط یه سوالی که ما تا کدوم اسلاید رفته بودیم؟ الان جلسه آقای دکتر اسلاید 77 رو باید توضیح بفرمایید. ما جلسه 19 هم هستیم، یعنی کارگاه 19 هم جلسه کارگاه رو داریم و بعدش هم نهمین جلسه کارگروه میشه. کارگروه ها بله آقای دکتر درست بسیار و نهمین جلسه کارگروه رو داریم. خیلی متشکرم. بعضی دوستان دیگه هم نیستن، اگر یه پیگیری رو کنید خواهیم باشم. مثلا خانم حاج باقریان رو من نمیبینم، خیلی خوبه این دوستان از قم هستن شرکت کنن. میتونید حالا یه پیام بدید یا یه پیگیری کنید که ایشون، چون فکر کنم در جریان بودن که کارگاه هست. خب بریم ادامه مباحثمون. ما رسیدیم در مورد الائمنت یا همخوانی RDA و LRM که داشتیم نمونه ها و مصداق ها رو میگفتیم، تغییراتی که LRM داشته نسبت به الگوهای پیشین، یعنی کانسالیدیت کرده بودن. عرض کنم خدمتون، مرسی خانم فرغانی، انشاءالله گوش بدن و جلسات های اندشون کرد کنم. و اینکه RDA بعد از اینکه خب بر اساس FR فامیلی توسعه یافت و بعد وقتی FR فامیلی کانسالیده، یعنی ادغام شدن، ترکیب شدن، تبدیل شدن به LRM، حالا RDA چه اقداماتی انجام داد که خودش رو تطابق بده با LRM و به دلیل که اصلا بیس اصلیش این بود، یعنی بیس اصلیش الگوهای مفهومی بودن، و اینکه آیا تغییراتی یا تفاوت‌هایی هم، تغییرات نه، تفاوت بگیم، مقدار تفاوت‌هایی هم آیا بین RDA و LRM وجود داره و اونا چیا هستن؟ یعنی با اینکه RDA کاملا مبنای LRM هست و برای اساس گسترش پیدا کرده، اینکه عرض کنم خدمتتون که حالا آیا ملاحظات خاصی هم داره، تسکنت خاصی هم داره که ممکنه متفاوت باشه با LRM یا خیر، اینا رو با هم دیگه بررسی میکنم. خب ما رسیدیم، اینم اسلاید 76 بکنم، رسیدیم به RDA representative، یعنی رسیدیم به representative expression attribute که گفتیم این یکی از اتریبیوت های اون، گفتم توی جلسه گذشته اون LRM E2 اشتباه کنم E2A2 هست، چون تو سطح ورک این و ورک میشه دوباره موجودیت، اولین موجودیت هم که رسیم E2A2 هست که گفتم یه اتریبیوتی داره به نام Representative Expression و این اتریبیوت خیلی اتریبیوت مهمیه در دلیل اینکه گفتیم ممکن یک ورک به فرقان روشن به نکته داره. خب گفتیم این چیه؟ گفتیم یه ورک ممکنه اکسپرشن های مختلفی داشته باشه و برای اینکه، اما یکیش اصلیه، یعنی اولین بار، اولین بیانی که من به اون ورک هست و اولین بار که یک ورک اکسپرس شده مال چی بوده؟ یعنی یا ریالایز شده یا اصطلاحاً در برمبنای الاره بر اساس این اکسپرشن بوده و این میشه اصلی. برای اینکه تماس قائل بشن بین اکسپرشن های مختلف و مشخص بشه که اولین اکسپرشن ورک چیه، یک اتریبیوتی به ورک اضافه شده، یعنی به موجودیت ورک اتریبیوتی اضافه شده، اطلاعات مربوط به عرض کنم خدمتون چیو داره، مربوط به اکسپرشن اصلی، یعنی اکسپرشنی که به عنوان نماینده اکسپرشن های دیگه است، یعنی از اولین اکسپرشن بوده. خب این اتریبیوت کمک میکنه که هم ورک کاملا مشخص بشه، یعنی تعیین بشه،
و عرض کنم خدمتتونم که این ولیو هاش هم همجور که این کوز ولیوز نوشته، ارزش هاش هم از اون اکسپرشن اصلی یا نماینده گرفته میشه. خب اینو گفته بودیم جلسته پیش، حالا ادامهش. اما توی ریپرزنتیو اکسپرشن المنت آر دی، خب آر دی اومده بر اساس تحولی که در الاره ایجاد شده و اومده برای موجودیت دوم خودش، یعنی موجودیت ورک اتریبیوتی رو به نام ریپرزنتیو اکسپرشن اضافه کرده که متفاوت بوده و قبلا توی مدل های مفهومی قبلی مبنای توسعه الاره نبوده، اومده خودش رو تطابق داده. اومده چیکار کرده؟ یه سری الیمنت رو در RDA در نظر گرفته، چون RDA از الیمنت استفاده میکنه دیگه، هم اتریبیوت هم ریلیشنشیپ ها رو میگه الیمنت، اتریبیوت الیمنت و ریلیشنشیپ الیمنت. اومده یه سری الیمنت رو در نظر گرفته که این الیمنت ها چی هن؟ اینا مربوط هستن به همین ریپرزنتیو اکسپرشن، یعنی معادل اون اتریبیوتی هن که مربوط به ورک بوده. خب دوستان گفتیم توی سرانتان مجبوری ها خوش آمدید توی RDA، یعنی به عنوان یکی از اپلیکیشن های LRM گفتیم اونا اپلیکیشن حساب میشن، یا یکی از ایمپلیمنتیشن های LRM رو اپلیکیشن میگیم بهتره، ایمپلیمنتیشن هم میتونیم اصطلاح درستی اونم. توی اینها ما ریفاین میکنیم، یعنی باز میکنیم، میتونیم توسعه بدیم. اونجا یه اتریبیوت با ارزش های مشخص اینجور میتونه عناصر مختلفی باشه که متناظر هستن با اون اتریبیوت. پس اینکه اینجا نوشته elements منظورش اینه، یعنی قرار هست که ارز کنم خدمتون خانم اطلاق رو من یاد آوری کنم. این هم از این برشی خان روشن میخواهش کنم من رو یاد آوری کنم. این RDA Representative Expression Elements اینا چیا هستن؟ خب ببینید گفته اسم a set of expression elements that are cloned as work elements. خب یه بخشی از این element هایی که مربوط به expression هستن، یه بخش کوچیکشون میان برای به عنوان element های work که مربوط هستن به اون attribute work و از کنم خدمتون representative expression هستم، من رو به اتریبیوت representative expression. اگه نها کنید این مثالاش خیلی جالبه، حتما دوستان توجه کنید، به خاطر اینکه الان خب ما الان توی آیده خواستیم این representative expression رو بنویسیم و چکار کنیم. اولا چند تا نکته بگم. ببینید شما وقتی در RDA شروع میکنید به عرض کنم خدمتون توصیف یک اثر، اونجا باید خب سطوح مختلف اون منبع رو، اون ریزورسی که دستتونه در نظر بگیرید که حالا سطح ورک و اکسپرشن اینها داره. اما ما یک بحثی داریم در مورد اینکه اگر ما اثری که در دست فهرست‌نویسی مبنامون باشه، یا یعنی اون منبعی که در دست فرستنویسی هست یا منبع اصلی، این همیشه یک چالش هست و در فرستنویسی مطرح بوده که ما سوپر ورک رو اصطلاحا میگن مبنا قرار بدیم. یعنی مثلا وقتی که شما میخواد یک باز به چاپ‌های مختلف از شاهنامه رو میخواد توصیف کنید، اون نسخه خطی اصلی رو مثلا در نظر بگیری بر اون اساس، و اینو به عنوان مثلا هم ارزها و اونایی که equivalent relationship دارن با اون اصلیه ببینیم، یا اینکه نه همین نسخه‌ای که در دست توصیفه. این همیشه چالشه فعلا توی هم توی آنگل امریکن هم توی RDA. حتی توی آنگل امریکن کلا میگوون منبعی که دست توصیفه، یعنی ما کاری نداریم اصل این منبع چی، و مثلا فرض کنید این نسخه شاهنامه ای که دست منه آیا از روی اون بیان اصلی بوده یا غیره، من اینو نمیدونم، اطلاع ندارم، به اون کاری ندارم. من معلوم اینه که این نسخه که الان دست من رسیده، من بر اساس اون نسخه رو فرستنده می‌کنم.
یه نوعی که خب اول تاکید، یعنی کاملا تاکید بر این، توی آلدی خب یه مقدار متفاوته چون بحث روابط رو مطرح میکنه و در حال اینجا بحث اصطلاحاً سوپر رپورت ها و یا سوپر پروفایل ها الان بگیم مطرح هستن، یه مقدار دیدگاه متفاوت. خب بحث اینه که ما الان در کتاب، من یه سوال میخوام مطرح کنم، ما الان در کتابخونه یا مثلا دانشگاه علامه یا دانشگاه شریف بهشتی ما شروع میخوام یه منبع رو فرستادی کنیم، مثال شاهنامه، مثال اون شاهنامه. خب این شاهنامه اکسپرشن های مختلفی داشته، اون اکسپرشن اصلیش چیه و به چه صورت بوده و ما آیا باید اطلاعات اون اکسپرشن رو توصیف کنیم یا خیر؟ این وظیفه کتابخونه مثل دانشگاه شهید بهشتی یا دانشگاه علامه هست یا وظیفه کتابخونه مثل کتابخونه ملی و غیره، یعنی کتابخونه که مادر هست، یعنی کتابخونه خیلی بزرگ. این یه سوال. خب این یه بحث مهم هست و نیاز به پالیسی داره، نیاز به سیاست داره، پالیسی میکینگ، سیاست گذاری داره. و قطعا کتابخونه هایی که مثلا مثل ما هستن، کتابخونه دانشگاهی، خیلی شاید به دلایل مختلف توجیه مناسبی که برن روی چیز کار کنن نداشته باشن. اما بحث اینه که یعنی این که بخوان برن مثلا اثر اصلی اکسپرشن های اصلی بره، ولی در یه جایی مثل کتابخونه ملی و غیره که برای رسالتشو دارن و مهم هست براشون، مهمه که اونا این رپرزنت اکسپرشن رو در نظر بگیرن و یه کتابخونه های بزرگ می‌سازیم در مثلا استان قدس و جای دیگه که مبدا هستن به هر حال برای ما و کتابخونه های مادر حساب میشن، اونجا بتونن این کار انجام و در اونها نسخه های مختلف، اکسپرشن های مختلف، منیفستیشن های مختلف یک ورک وجود داره. پس یکی بحث اینه، یعنی کتابخونه های بزرگ مثل کتابخونه ملی و غیره. دوم اینه که خب آیا یعنی کتابخونه های مثل کتابخونه دانشگاه علامه، دانشگاه شهید بهشتی و غیره، آیا اینا وارد این بحث نشن، یعنی به این رپرزنتیو اکسپرشن نپردازن؟ چرا؟ اگر ما از منبعی نسخه های مختلفی داریم که این نسخه های مختلف از اکسپرشن های مختلف اون ورک گرفته شدن، اینجا چرا لازم هست که ما بینشون تعیین کنیم؟ حتی از یک به بالا، یعنی حتی دو تا هم شما دارید و بین اینها یکیشون رپرزنتیو اکسپرشن هست، حتما باید تعیین بشه، یعنی تو سطح ورکش حتما به اون رپرزنتیو اکسپرشن اشاره کنیم. این چی؟ یعنی من الان سه نسخه شاهنامه دارم، این سه نسخه شاهنامه من بر اساس از مانیفستیشن های مختلفه که خود این مانیفستیشن ها، یعنی بر اساس فرض کنید سه تا مانیفستیشنه که این مانیفستیشن ها خودش بر اساس سه تا اکسپرشن مختلف از شاهنامه است و خب اینا معروف به یه ورک میشن. حالا بین این سه تا نسخه ای که دارم که تو اتفاق میفته ما توی مثلا کتابخونه هامون به دلایل مختلف چنین منابعی را هم داشته باشیم، یعنی مثلا چند نسخه از اکسپرشن های مختلفی رو داشته باشیم، اینجا رو چکار کنیم؟ اینجا یکی از اونا رو که اگر رپرزنت اکسپرشن هست اونجا تعیین کنیم و در الیمنت ها، حالا بر اساس آردیه که الیمنت هایی که مربوط متنازل هستن با اتریبیوت های مربوط به موجودیت بود، اونا رو ثبت کنیم. یه نکته خیلی مهم بود که عرض کردم، پس این که به طور کلی وظیفه کجاست؟ کتابخونه مادر اینا، به دلیلی که اونا هم نسخه مختلف داره. اون کتابخونه ملی الان شما به همه نسخه مختلف شاهنامه که در ایران منتشر شده رو داره. بعد شاید در خارج از اینا جزء سیاستاش هم هست. اما ما ممکنه فقط یه نسخه باشه. اگر از بیش از یک نسخه از اکسپرشن های منفستیشن های متفاوت و اکسپرشن های مختلف داشته باشیم، اینجا باید بریم اون دنبال این که یعنی توجه کنیم، یادتون باشه این موقعی فرستنسی اگر دیدید قبلا یه نسخه دیگه ای دارید از یک منبع و الان میخواد از فرستنسی کنید به یک نسخه جدیدی برخوردید، نگاه کنید که آیا اکسپرشن هاشون با هم دیگه، منفرستیشن هاشون و به تبعیت از اون اکسپرشن هاشون با هم متفاوته یا خیر، و اگر متفاوت هست اینجا باید مشخص کنید دیگه، مثل قبل نیست دیگه بچه‌ها. واقعا ساختار و شیوه فرستنسی ما متفاوته.
چون ممکنه این دوتا اثر ورکشون یکیه، این دوتا منبعی که میخوان پرستنسی کنن، ولی از اکسپرشن های مختلف بودن یا منیفستیشن های مختلف بودن و اینجا این رو باید ثبت بشن. حالا و بعد نگاه کنیم که کدومشون رپرزنتیو اکسپرشن هست و اگر یکی از این دوتا رپرزنتیو اکسپرشنه، یعنی اکسپرشنی که مربوط به اون منبعی که در دست پرستنسی ما هست جد مربوط هست، یعنی رپرزنتیو اکسپرشن اون ورک اصلی حساب میشه، بنابراین من باید این رو ثبت کنم. اینجا نیاز پیدا میکنی به پر کردن این، یعنی تهیه ولیوهای این اتریبیوت یا عناصر مربوط به این اتریبیوت. خب اگه نگاه کنید ببینید گفته اکسپرشن لنگویج اف اکسپرشن، یعنی زبان، مثلا زبان اون اکسپرشن چی بوده؟ خب شاهنامه خب زبان اولش همین فارسی بوده، مثلا که اولین بیان هم شده به زبان فارسی بوده. خب توی موقع توی اون رپرزنتیو اکسپرشن اتریبیوتی که مال ورک هست چی وارد میکنیم که اینجا اومده توی آردی تبدیل شده به عناصر مختلف باز شده، اونجا یه اتریبیوت بوده اونجا اومده باز شده. ممکنه این همین المنت هایی که ما در RDM بیم مثلا بیم توی پایگاه رابطه ای دوباره باز بشن، ریفاین بشن، تبدیل بشن، فیلد های متفاوت، یه عنصر بوده در RDM، ولی وقتی میخوام پیاده سازی بشه در پایگاه رابطه بشه چندین فیلد، این تصور داشته باشید. حالا اون اتریبیوت ها اومده توی المنت های مختلف، اینجا چی می نویسیم؟ این زبان اکسپرشن اصلی، یعنی اینجا این اکسپرشنی که الان اینجا هست این رپرزنتیو اکسپرشن بوده، زبانش چیه؟ مثلا برای مثال شاهنامه گفتیم زبان اصلیش فارسیه، ممکنه ما شاهنامه رو به اکسپرشن به زبان مختلف داشته باشیم که هر کدوم اکسپرشن های مختلف میشن، وقتا انگلیسی داریم که میکنم روسی داریم اگه اشتباه نکنم به عربی و زبان نون عربی داریم به زبان مختلفی ترجمه شده. این زبان مربوط به اون اکسپرشن اصلی خب فارسی بوده. خب پس ما در اتریبیوت مربوط به ورک نها کنید زبان اکسپرشن چی بوده؟ هرچی مثلا فارسی بوده. اینجا چی؟ اینجا ورک زبان مربوط به این اکسپرشنه به عنوان ولیوش توی اتریبیوت ورک که ممکنه ده. که در آردی تبدیل شده به یک سری عناصر، نگاه کنید چندین بار من اینو گفتم در عناصر اونجا ذکر میشه. درسته؟ نه. ببینید در ورک وقتی شما خب دارید توصیف میکنید یک منبع رو، خب این سطوح مختلفش رو باید بیارید، یعنی مثلا اتریبیوت هایی که مربوط به ورک سطح ورکش بوده، اتریبیوت هایی که مربوط به سطح اکسپرشنش بوده و غیره. ما این اتریبیوت رپرزنتیو اکسپرشن مربوط به چیه؟ مربوط به اون ورک هست و برای ورک بانشه، نه اینکه برای اکسپرشن های مختلف. حالا دیگه هر کدوم اکسپرشن های دیگه، نمیدونم منیفستیشن های دیگه و آیتم های مختلفی داشته باشن، دیگه اون یه بار فقط برای همون ورکه بانشه. یا مثلا نما کنید این بزرگترین لیبلی که ما توی RDA، یعنی بزرگترین نیمی که ما مربوط به یک عنصر در RDA هست اینه، longest label in RDA، یعنی این عنصر گفتیم هر عنصر دو جز داره دیگه، پیر نیم ولیوه، یعنی جفت نام ارزش. بزرگترین نامی که ما در RDA داریم اینه که چی گفته؟ medium of performance of choreographic content of representative expression. خب بخش من مثلا آوردن به خاطر اینکه مهم بود یک عرض کنم خدمتون هم آشنا بشین، مثلا یه اون یک سوال بدیم که هم تانوی عرشد به دکتر ها زمین بزرگترین لیبر و عرشد یه بزرگترین نام عنصر در استاندارد آدی مثلا خود میریم هست خلا مثلا پس که چهار روزی نیم هست. نه تو الان تو زن آمد میشه این سوال به دوهایی به تو زن رو هم دیم. Medium of performance of choreographic content of representative expression. الان این مال کدومه؟ مال این choreographic content of representative expressionه. پس ما این
میدیمه، این ابزار حالا اجرای این محتوی کوریوگرافیک میشه رقص دیگه، رقص باله، حالا یه نوع رقص باله است. این ابزارش که حالا استفاده میشده برای این رقص، حالا نمیدونم چی میشه ابزار این رقص، فقط چون چیز بود به این مثال رو گفتم. این مال چیه؟ مال همین representative expression، یعنی مال اون expression اصلی بوده. برای کدوم اومده داشتن؟ برای word. ببینید برای word اومده. این اینجا زبان expression میشه، مثلا این expression الان representative expression میده، اینجا میشه word توی عنوان زبان، عنوان attribute، مقداره حالا ارزشه، value attribute representative expression ورک بوده که زبانش رو تعیین کرده. اینجا که اصلا خود این میدیم ها پرفورمنسه خودش یک عرض کنم خدمت عنصریه در RDA که این عنصر مربوط هست به representative expression و کجا ثبت میشه؟ برای ورک، یعنی یکی از عناصر ورک. از کجا گرفته میشه ولیوش؟ از کجا من ارزشش رو بگیرم؟ از expression اصلی، از representative expression. من نمیدونم الان همه گرفتن این توضیحی که من دادم یا نه، توضیح خاصی بود. آقای دکتر اجازه میدین من یه سوال بپرسم؟ بله. آقای دکتر، شما جلسه پیش فرمودین که ما این اطلاعات representative expression رو از اطلاعاتی که روی صفحه عنوان یا پشت صفحه عنوان هست روی یک کتاب، حالا به عنوان مثال، میتونیم تشخیص بدیم و بریم این الیمنت رو پر کنیم، درسته؟ ببینید این که ولیو رو از کد، از چه منبعی رو دست بیاریم، اون صفحه عنوان و پشت صفحه عنوان اینا میشن source of information. خب نام چه source of information؟ خب این source of information هم کجاست؟ بعد اون آیتمیه که من الان دارم توصیفش میکنم دیگه، اون از اون نصفهی که رسیده در کتاب رو من دارم توصیف. خب الان سوال همین هستش که یعنی اگر ما چنین اطلاعاتی رو روی منبع نداشتیم دیگه element representative expression رو نیاز نیست پر کنیم یا بایستی این اطلاعات از یک جای کسب بشه؟ آفرین. فهرست‌نویسی فرآیند پژوهشی. شما الان در تعریف فهرست‌نویسی نگاه کنید، حتی همین دانشنامه کتاب دیتاری هستنی خودمون که خانم استاد از این مخانه دکتر پوری سلطانی آمد، دکتر واقعا مردشون بگیم بگیشون دکتره و ما اصلا دکتر نیست دکترشون نماشه. خانم پوری سلطانی به اون کتابی که دارن دقیقا نمیستن تعریف فرسنسی ثبت اطلاعات که داشته باید میگن فرسنسی یک فرایند پژوهشیست، به خاطر همین میگیم اصلا خود فرسنسی تحلیلی که کاملا ماهیت پژوهشی داره. نه همین، اگر من نتونستم الان من دو تا نسخه متفاوت از یک منبع رو دریافت کردم، از یک کتاب، اما مثال شاهنامه، یه نسخه شاهنامه داشتیم قبل از کتاب کنه، یه نسخه دیگه الان خریدیم، الان داریم، ما در همین کتاب کنه داشتیم الان چند تا نسخه داریم، چون یه نسخه بکنم الان من تو اتاق هم دارم، قطعا نسخه های دیگه هم داریم که از منیفستیشن های مختلف بودن، مثلا ناشراشون فرق داره، نوع لاینه که مثلا دارم یه خود چیزیه نفیسه، اونا ممکنه یه کتاب معمولی باشه که چاپ شده برای استفاده است، اینا برای دکور. بعد عرض کنم خدمتون که این دوتا نسخه متفاوت الان از منیفستیشن های مختلف، ممکنه اکسپرشن هاشون هم فرق کنه، یعنی گفته باشه مثلا از یه نسخه فلان مثلا اونیه، ولی این گفته باشه مثلا از نسخه فلان مثلا کتابخانه ملی ایران، مثال میگم. این اینجا الان اکسپرشن ها متفاوت شده و من یا مثلا یا مثلا حالا ممکنه فقط چاپی هم نباشه، به شکل مختلف باشه. مثلا فرض کنید که این که الان من دارم مثلا از چی گرفته شده؟ از مثال شاهنامه خانی مثلا دکتر جلال‌الدین کزازی، یه بار کامل خونده بعد اونا آمدن از رو خوندن اون نوشتن، این اتفاق میفته دیگه، به خاطر اینکه
اول خب ذهنتون باز شه، فکر نکنید فقط نسخه‌های خطی و اینها بوده، و دوم این که بدونید که مهم هم ازشون، مثلا خب الان تا مهم نسخه‌ای که داشتیم شاهنامه رو داریم آقای کزازی اینجا تشریح آوردن میخوندن، همون شروع کردن به خوندن دوستان یادشون از چند تا اشکال گرفتن، گفتن که نه این اشتباه نمیشته، این اشتباه نمیشته، این اشتباه نمیشته، یعنی تو همون یک صفحه که ما گذاشتیم ایشون مطالعه کنن چند تا اشکال گرفتن که این نسخه اشکال داره و این مثلا این کلمه این بوده یا تلفظش اینه، این اشتباه گذاشته الی اش. خب این حالا من اینجا وقتی دستم میرسه دیگه مجبورم یک بحثی توی پایگاهی کتابشناسی، توی به خصوص کتابشناسی های ملی نشنال بیبلیوگرافی ها و غیره نگاه کنم و ببینم که اون رپرزنتی اکسپرشن اون چی هست، یا مثلا فرض کنید در حالا آثاری که مشهور باشه میشه مثلا در ویکی‌پدیا و غیره نگاه کنیم ببینیم که اصلش چی بوده، یا مثلا ناشر اصلیش، ناشری که نسخه اصلی منتشر کرده چی بوده و تشخیص بدیم که مهمترین یعنی اکسپرشن اول و اصلی که برای این ورد بوده کدوم ها هست و ثبت کنیم اگه لازم باشه. حالا اگه ما دیدیم که ممکن این سوال پیش بیاد که ما دیدیم که اون که دست ما هست هیچ کدومش از این دوتا نسخه بر اساس اون رپرزنتیو اکسپرشن نیست، اینجا کتابخونه خیلی چیز اجباری به ثبت اون نداره، البته ثبتش خوبه به خاطر اینکه خب بعداً اگه به دست ما رسه یا برای برقراری ارتباط مناسبه، ولی اگرم وجود نداشت الزامی نیست، یعنی این دو تا نسخه‌ای که دست من هست مختلفاً با از من کسش مختلف اکسپرشناش نه مختلف بوده، این اکسپرشن‌ها هیچ کدومشون رپرزنتیو اکسپرشن نبودن، اینجا مشکلی نیست، مشکلی وجود نداره، من میتونم اینو ثبت نکنم اصلا، یعنی اون اتریبیوت اون ورد رو که من به رپرزنتیو اکسپرشن ثبت نکنم، ولی اگر یکی از اونا بود باید ثبت کنم و اینکه پژوهش کنم و بررسی کنم که آیا بیش از یک نسخه از یه منبعی از منفستشن مختلف دارم، آیا بر اساس اکسپرشن اصلی یعنی رپرزنتیو اکسپرشن هست یا خیر، رو باید حتما بررسیش رو انجام بدم. خب عرض کنم خدمتتون که نم از این نکته بعدی چند تا اینجوری داره آردیه، یعنی بودست پیچیده باشه، حتی پیچیده نیست اصلا، واقعا این رو پیچیده نیست، اصل پرسنسی به همین شکل است، ما تا حالا توجه نمی کردیم و بین اینها تفاوت قائل نبودیم چون استاندار قبلیمون بهش توجه نمی کرد، ولی واقعا اون چیزی که در جهان کتاب شناختی یعنی بیبلیوگرافی یونیورس وجود داره واقعا همینه، به همین شکله، یعنی ورک ها اکسپرشن های مختلفی دارن، اکسپرشن های مختلف، منفستیشن های مختلف دارن. خب رپرزنتیو اکسپرشن ریلیشنشیپ الیمنت، این عناصر رابطه‌ای هستن، ممکنه بعضیشون اتریبیوت الیمنت باشن، ممکنه بعضیشون ریلیشنشیپ الیمنت باشن، چون آرده به همه میگه بود این الان داره ریلیشنشیپ الیمنت میگه که معروف به رپرزنتیو اکسپرشن که معمولا یه دونه است دیگه، چی میشه؟ میشه work has representative expression، این رابطش یه عنصر یکی میشه دیگه، نمیتونی میشه ممکن اتریبیوت زیاد باشه ولی این یه دونه میشه relationship، عنصری که مربوط به رابطه باشه یکی میشه، چون یه work داره یه representative expression، البته این دو طرفش کنیم میتونه یعنی ریسیپروکال هم میتونه باشه، یعنی اکسپرشن is a representative expression of فلان ورک، درست شد؟ خب این چی الان گفته ورک یه representative expression داره، این has بهتون باشه، این علامه مثل is و has و اینا نشوندنده رابطه هم که معمولا تو پرانتز میاریم، یعنی شما relationship element های RDA رو اینجوری به راحتی میتونید شناسایی کنید، has دارن، is دارن و غیره. خب work has representative expression که این یه ورکه که یه اکسپرشن داشته، مطابق این اکسپرشن اصلی ورکه، اکسپرشن اصلی ورکه، این اکسپرشن
خودش وقتی جدا توصیف میشه چه عناصری داره؟ مثلا زبانش سربیان بوده، ایتش مثلا 1978 بوده، اسکریپتش هم مثلا سیریلیک بوده. حالا این مشخصات، این ولیوهایی که برای این اکسپرشن هست، به خاطر اینکه این اکسپرشن رو بزنه توی اکسپرشنه، میاد توی اتریبیوت یا المنت های مربوط به ورک ثبت میشه. این تکرار به همین هاست. ولی از این ورک یه سری عناصری که مربوط به رپرزنتیو اکسپرشن هستن در ورد، همون ولیوهاشون چیه؟ همون ولیوهایی که عناصر خودمون اکسپرشن اصلیه دارن، همون شامل اونا میشه. بلو کاروردشتی و وستشتی که یکی اکسس پوینت های مختلف وجود میاره، یعنی نقاط دسترسی مختلفی که قطعا ارزش بنده. مثلا فرض کنید الان شما یه رکوردی از کتابخونه ملی میگیرید، میخواید ویزا نویسی کنید، یه رکورد یک کتاب خونه ملی میگیرید و اون که اون رکورد رپرزنتیو اکسپرشن رو در اتریبیوت ورک یا عناصر مربوط به ورک ثبت کرده، خود این باز دسترسی رو میبره بالا، در حالی که شما اکسپرشنی که دارید اون رپرزنتیو اکسپرشن نبود. یه بحث دیگه هم باعث تمایز بین آثار مشابه میشه. مثلا ما اگه آثاری داریم که فرض کنید مثلا نویسنده یا مثلا عنوان اینا به هم خیلی شباهت دارن، توی اکسپرشن که میرسن باعث تمایزشون میشه، یعنی اکسپرشن اصلیه این تمایز رو ایجاد. خب این هم خوبه. من فکر کنم یه اسلاید دیگه بتونم، این دوتا اسلاید رو بگم و تمامش کنم سریع که برسیم به گزارش کارگروه همون. نان هیومن پرسونلز، ببینید اول اینو هفتادومه دیگه برد اینجا چی میگه؟ شخصیت های غیر انسانی. ما یه تفاوت های، این از اون تفاوت هایی که بین آردیه و الاره، تفاوت هایی که بین آردیه و الاره هست. الارم ببینید مثلا پرسنی که عنصر این موجودیت پرسنی که دقت کنید ما در الارم داریم، با پرسنی که ما در آردیه داریم یک خونه متفاوته و آردیه تو دامنش بازتر و مال الارم محدودتر. الان میگیم چرا الارم وقتی که کانسالیدیت شد، دقت کنید اینم براتون بگم، میدونم الان همه دارن نکات رو می‌نویسن، بوتی نوته گوش میکنن، بعد اینا رو میرن روش مطالعه میکنن، وقت میذارن اونا، چون خیلی ارزشمندن و این نکات شما به این راحتی دیگه به دست نمیارید. حالا خوشبخته اینو ثبت میشه و میمونه. ببینید RDA قبلا توی FR فامیلی، خب ما فربه رو داشتیم و فرد و فرسن. توی این فربر ما سه تا گروه رو داشتیم، یعنی گفتیم مثلا گروه کتاب شناختی، بیبلیوگرافیک گروه، بعد مثلا ریسپانسیبیلیتی گروه. بعد هر سه موجودیتی که بعدا توی فراد و فرساد هم اونجا ما قرار گرفته بودن، هر سه گروه موجودیت رو داشتیم. مثلا گفتیم کتاب شناختی ها شامل همین ومی هست، ورک و اکسپرشن و اینا، مسئولیت میشن مثلا همین پرسن و کورپوریت بادی و مثلا عرض کنم خدمتون فامیلی، و بعد مثلا توی اون گروه بعدی هم که سابجکت اینا بودن که هم نومن و سمان و اینا بود. خب دقت کنیم، بعد میمدیم تو فرد، تو فرد دوباره گروه مسئولیت اومده و باز شده که اونجا بیشتر برای پیشنهای مستند بود، یعنی برای آثوریتی پروفایل ها بود یا آثوریتی رپورت ها بود به این شکل. اما عرض کنم خدمتون توی تعریف که مثلا شما از پرسن در فربر داشتید، یه مقدار با اون تعریف که در پرسن در فرد بود متفاوت، یعنی فرد یه مقدار اون از لحاظ معنایی دامنشون باز کمتر و بیشتر میشه. توی کانسالیدیتی که انجام شد، یعنی ترکیبی که انجام شد، الاره اومد همون پرسنی که توی
خود فربر رو مبنا قرار داد، دیگه نرفت سراغ پرسن فرد که خود عام‌تر بود مفهومش. و او داشت رو نکنم این تحلیلی که دارم انجام میدم. و بعد این پرسن، حالا باز یه چکی میکنم، این اومد توی الاره بارا شد. اما RDA چون قبلا بر اساس فربر و فرد و فرصد درست شده بود و پرسنی که گرفته بود از پرسن فرد بود، این دیگه تغییر نداد، یعنی همون پرسن رو گفت. دامنه ای که موجودیتی که یا دامنش فرق، الان میگم چی بیدی اون اومد نگردش. مثلا چی؟ الان نها کنیم گفته که موجودیت شیشم الارم ایجنت. ایجنت چیه؟ یه انتیتیه که مثلا قابلیت اینو داره که بتونه مثلا اکشن ها یا رفتارهای مثلا متفاوت رو و مستقلی رو انجام بده و ارادی رو خودش بتونه یا دفتاره انجام بده، یعنی بر اساس غریزه نیست، داره به شکل شعور رو فهمه. ایجنت میگه ایجنت که من میگم اینه، یک موجودیتیه که خودش دارای عقل و شعوره و رفتار ارادی انجام میده. اینجا منظورش اینه، یعنی مثلا حیوانات نیست که رفتار غریزی انجام میده، این دارای شعوره. بعد دارای حقوق تضمین شده است و خب به هر حال باز انسان و دارای حقوق مشخص و تضمین شده است داریم. و یا اینکه میتونه برگزار بشه به صورت قابل محاسبه، یعنی اکشن هایی که داره، فرض کنید کنفرانس ها که میتونه اولین کنفرانس، دومین کنفرانس و غیره باشه، میتونه بر اساس این ها یا کمیته ها جلسات مختلف کنه. الان خود کارگروه ما خب یک ایجنت هست، حالا هر چی تولید کنه این میشه مربوط به این ایجنت. این ایجنت اکانتبله، یعنی دارای تعداد جلسات، تعداد کارگاه های قابل محاسبه است. اما restricted to human beings، یعنی محدود به موجودیت های انسان، اون capable of deliberate actions و اینا، این محدودش کرده. بعد گفته چی؟ بعد گفته مثلا فیکشنز، مثلا افسانه ها، شخصیت های ساختگی یا جعلی، این شخصیت هایی که این شکلی هستن، در عرض کنم خدمتون manifestation title و responsibility statement، یعنی تو اون statement که مربوط به manifestationه، به عنوان چی فرض میشن؟ به عنوان pseudonym، اون طرف روشون دارم درست گفته باشم، به عنوان pseudonym فرض میشن. یعنی چی؟ یعنی عرض کنم خدمتتون به عنوان نماینده ای از اون شخص یا کالکتیو ایجنت. منظورش چیه؟ مثلا میگه که درسته اینا تخیل اینا بودن، ولی در اصل میخواستن مثلا فرض کنم یه داستانی داریم، توی این داستانمون من یه لحظه گستایی کنیم سودونیم رو چک کنم اگه اشتباه نکرده باشم معنیشو، که البته همینه، ولی حالا یه چکی بکنم که الان باید بشه اشتباه نگفتم. به این معنی است که حالا بذارید کنم در که دقیقه اینو بگم. آدی اسم مستعار یا گفته تخلص، یعنی همین منظورش اینه که این چیزی که ما اینجا آوردیم و اگر مثلا اسم خاصی، یه شخصیت خاصی رو مثلا اسم یه دونه عرض کنم خدمتون چیز یه مثلا نمیتونیم یه شخصیت افسانه یه اسطوره یه چیزی آوردیم، این در اصل نام مستعار یا تخلصی هست که مربوط به یک شخصیت واقعی، و ما اینو میایم با نامه درستش میکنیم. یعنی مثلا چیکارش میکنیم؟ میایم اینو فرض کنید با مثلا چیز میذاریم، مثلا نام پریفردش میکنیم. یعنی میگه اگه اینجا مثلا یک چیز افسانه‌ای بود یا اسطوره‌ای بود، اینا داشتن به یک شخص خاصی، مثلا مثال بزنم مثلا رستم،
خب رستم یه واقعا چنین پهلوانی توی ایران باستان وجود داشته، یعنی الان یه اسطوره است دیگه، میگم رستم توی وجود داشته، حالا مثلا نمیدونم اسمش واقعا همین رستم بیاره، ولی اینجا به عنوان نام مستعار یا به عنوان مثلا تلخص اومده و استفاده شده برای اینکه اشاره ای بکنه به منظورش، یعنی اینجوری فرض میشه، نه که خودش روی ماهیت مستقلی در نظر بگیره و بگه که خب این مثلا خود این اصول هست اگه ایجنت خاص حساب میشه. اینو نمیدونم متوجه ارزان شدن هر دوستان یا نه، مثبت بفرستن رو متوجه ارزان شما روزی که الان دادم برای این بخش رو کنش فیکشنز لجندر اتسترا پرسونکس این منیفستیشن تایتل ان ریسپانسیبیلیتی استیتمنتس ار اسیومد تو بی سودونیم of a person or collective agent. بعد هم گفته که مثلا چی با علامات بزرگتر میشه یا یه person، یعنی اونا میشن مثلا variant name های یه person که میان توی نومن اینا با هم دیگه مثلا فرض کنید هماهنگ میشن و اونجا variant و authorizeشون یعنی مستند و غیر مستندشون تعیین میشه و درست میکنه. این صورت الان کسی اینو اصلا کسی فهمید اینو؟ میشه مثبت بفرستید باید که متوجه شد دیگه چی؟ بقیه خانم فارابی هم مثبت هم منفی هم. یه بار دیگه اینو توضیح ببینید RDA آره بله نه تفکیک میشن ببینید اینجا چی میگه یه بار به بیان صداش کنم توی الاره کاری که انجام داده اینه که میگه ایجنتی که من میگم یعنی عاملی که من میگم محدود به عامل انسان به موجودیت های انسان، یعنی اگر میگم پرسن یعنی شخص انسان، اگر میگم کورپوریت بادی یعنی گروهی از انسان ها که با هم دیگه یک با نام مشترکی دارن فعالیت میکنن، اگر میگم فامیلی یعنی خانواده ای از انسان ها، خاندانی از انسان ها، و من محدود کردم به موجودیت های انسانی، یعنی موجودیت های غیر انسانی برای من چیز موضوعیت ندارم و من توی جهان کتاب شناختی فقط وقتی میگم منظور موجودیت انسانی. آیا ممکنه یه سری آثار توسط موجودیت های غیر انسانی خلق شده باشن یا مالکیت داشته باشن؟ شما ایجنت نسبت به می به ورک اکسپرشن اینا یه سری اکشن ها داره دیگه، مثلا چی؟ مثلا ایجادش کرده، ترجمهش کرده، ویرایشش کرده، مالکشه، نگهداریش میکنه و غیره، چاپش کرده، منتشرش کرده، مثلا نشر، درست شد؟ یه ایجنت و این دوتا این رابطه داره. حالا الارم چی میگه؟ میگه من این ایجنت فقط انسان ها رو در نظر میگم. آقا مگه غیر از انسان ها هم خالق آثار داره؟ من مثلا شما ندید این توتی ها که نقاشی میکشن یا مثلا یه سگا ورگوی هاشون نقاشی میکشن؟ میگه من اونو دیگه حساب نمی کنم، ایجنت نمی دونم، مثلا خالقش یه سگ به ما رو کنم نمی دونم، فقط من اومدم توی جهان کتاب شناختی اون بودم. در که اثر هنری یک تابلو نقاشی خب میتونه بر اساس این استاندارد متوصیف بشه، من فقط محدود کردم به این. یکی از تفاوت هاست که خیلی هم روش بحثه در الارم و آردیه که چه نیدونم. حالا اینا نان هیومن بینگز ها چیا هستن؟ گفتیم الاره خیلی گسترده دیگه، نوادر آورده متوجه نشدم. حالا اینو توضیح بدم بعد
چیز کنید. بعد اینا رو این توضیحات کامنت های شما رو نگاه کنم. خب باید باشن، یعنی RDA نواده رو آورده، RDA نگاه کرده به نواده، ولی LRM نه دیگه، حذف کرده. LRM میگه فقط انسانی، یه توتی نه دیگه. این تفاوتش اینه که RDA غیر انسانی ها رو در نظر میگیره، LRM فقط نه انسانی. یکی تفاوت همین. حالا این نان هیومن ها چیه هستن؟ یه سری شخصیت های مثلا ساختگی هم، جعلی هم، اسطوره ها هستن، تخیلی ها هستن و غیره، که میگه اینا رو من به عنوان الان میگه اینا رو به عنوان اسم مستعار و تلفظی برای عرض کنم تخلص برسوشت تخلصی برای چی در نظر گرفتم؟ برای شخصیت های واقعی در نظر گرفتم. یعنی مثلا میگم اگه این رستمی که در شاهنامه هست، اگه حالا یه ایجنت استاف بشه، این برای من حالا که چرک حساب میشه چون تو نامه نام رفته، میتونه موضوع باشه. این برای مثلا بخشی از شاهنامه، برگزیده از شاهنامه که من رو به رستم هستم بیاره. اینجا میشه وقت چیز میره توی نامه نومن ها سرد میشه و نوری میشه بدن. من این رو در از شخصیت واقعی وجود داره که این عنوان مستعار یا مثلا تخلص شما دیگه اینجوری در نظر میگیرم، نه اینکه به خودشون ماهیت واقعی بدن. حالا باز نها کنیم. آره مثلا اونا میتونن باشن. اینجا نها کنید گفته animals and other non-human performance. performance اصلا بگیم اجرا کننده موجی، ایفای نقش، کسی ایفای نقش میکنه، یعنی کسایی که غیر از انسان هستن، ایفای نقش کنندگان غیر از انسان، یا حیوانات هم شامل میشن. اینجا میگه animals etc. and manifestation type در فلان predis یا accommodates as non-RDA entities، یعنی این دو شخصیت ها به عنوان انتیتی های اصلی RDA در نظر گرفته نمیشن. ولی آیا مد نظر قرار میگیرن برای توصیف؟ بله، برای توصیف در نظر قرار، مد نظر قرار گرفته میشن. یعنی ما میتونیم یه تابلوی هم که یه مثلا یه توتی نقاشی کرده در نظر بگیریم، ولی به عنوان عرض کنم خدمتون انتیتی های اصلی RDA حساب نمیشه. این از یه تفاوتی که وجود پس ببینید توی RDA اینا رو در نظر میگیره ولی در LRM در نظر نمیگیره. حالا من اون بخشی از LRM و RDA که این تفاوت رو نشون میدن براتون توی گروه میفرستم که LRM فقط میگه موجودیت انسانی ولی RDA نه، هم برای لجندری ها و این ها دستور عمل نمود داره، هم برای حیوانات و اینا. اگرچه اونا رو انتیتی اصلی در نظر نمیگیره اما باز برای توصیفشون دستور عمل نمود میده، برای اینکه چون خواهد جامع باشه و نگاهی به کل بافت میراث فرهنگی بکنه. فرض کن مثلا در یک موزه ای مثلا توتی اون دزدان دریایی، مثلا دزدان دریایی کارائیب بود چی بود اون فیلمه، اون توتیه مثلا یه نقاشی کشیده و بعد اون نقاشی از اون کشتی باقی اون رو آدم تو موزه و اونجا نگهداری کردن و که بتونه اینو پاسخ بده. حالا توی عبارت محدود و ساده اینه که آقا دامنه معنایی پرسن ایجنت، حالا به طور کلی ایجنت در RDA وسیع تر از LRM و عرض کنم خدمتتون که الاره فقط محدود کرده خودش به شخصیت های انسانی. تماشا من در اینجا بگم نسویرم این چی بوده؟ آره تا سر appellations and اینجا اصلاحی به خود من رفتم عرض کنم خدمتتون اضافی گفتم ببخشید اصلاحی میکنم. اینجا من فقط نگاه کنم که کامنتش یا بوده برامان باقیده مفتن منظور شخصیت های باقیده اصول تخیلی غیر است. بله و
بعد خانم فردوسی من به این صورت هم که قهرمان های داستان ها عامل نیستن، بلکه با نومن باید معرفی بشن، عامل نیستن. میتونم با نومن معرفی شن زمانی که مثلا موضوع هم سابجکت هستن، سابجکت هستن. و یا اینکه نه، اینجا یه داستان میگه قهرمان های داستان ها رو میگه ممکنه اینها مثلا وریانت هایی از یک شخصیت واقعی باشه، مثلا مثال رستمی که زدم که یه اسطوره واقعا یه شخصیت واقعی وجود داشت، یه پهلوانی، ولی حالا این اسطوره اومده یه پور شاخ و برگ داده بهش و مثلا توانایی بیشتری مثل جنگیدن با دیو و اینا رو براش در نظر گرفته که فرطفه موجودیت انسانی میشه مثلا بزنید که مثال زدیم فرشته ها و اینا میشن. هری پاتر که قهرمان داستانه نه یک انسان، هری پاتر خودش خالق نیست، ولی اگر موضوع بشه به خاطر اینکه حالا شخصیت واقعی نیست ساختگیه، تو نومن میتونیم به عنوان موضوع توصیفش کنیم. خیلی گسترده نگاه کرده آر دی ای گسترده نگاه کرده و الاره محدود کرده و درست بودم به اون تعبیراتی رو کار بردن باید. تا اینجا کافی، حالا باز اگه سوالی بود میتونی تو گروه بفرستید من خدمتتون گردم، من این توضیح بیشتر رو دارم به اینها خدمتتون ارسال